وجود شبکه‌های اجتماعی بر مبنای امکان ارتباط بهتر ما بین انسان‌ها بنیان گذاشته شده است. که اما در این میان همینک دغدغه اصلی کاربران این شبکه‌ها حفظ امنیت محیط مجازی شخصیشان است. در مجموعه برنامه‌ای که به شما ارائه خواهد شد، تکنویس سعی دارد با زبانی ساده و مفهومی کاربردی روش مدیریت و حفظ فضای خصوصی و افزایش امنیت در پرطرفدارترین شبکه اجتماعی دنیا فیسبوک را برای شما شرح دهد. بله، خب در برنامه گذشته همونطور که دیدید ما این بخش رو بررسی کردیم، وارد سیمور ستینگ شدیم و هوکن سیما استاف رو تنظیم کردیم. اما خب در این بخش میرسیم به مورد دوم این صفحه، صفحه پرایوسی در تنظیمات اکانتمون در فیسبوک. گفته شده که Who can contact me؟ چه کسانی میتونن با من تماس بگیرن؟ خب میدونید توی فیسبوک برای شما درخواست دوستی فرستاده میشه. گاهی وقت خب حجم این درخواست دوستی ها زیاده و یا شاید شما بخواید که اصولا از هر کسی درخواست دوستی نپذیرید، چون یکی از عواملی که باعث ناامنی و همینطور متاسفانه هک صفحات فیسبوک کاربران این سایت میشه، درخواست های دوستی هستش که از طرف افرادی متقلب اما با ظاهری آشنا ارسال میشه. شما عکس دوستی رو میبینید، از شما درخواست دوستی میکنه و از اون طرف میبینید که بعد از مدتی مشکلاتی براتون توی فیسبوک پیدا میشه، به این معنی که اون فرد به واقع دوست شما نیست و داره از تصویر و یا آواتار دوست شما استفاده میکنه. اصولا میتونید اینجا روی ادیت کلیک کنید و محدود کنید درخواست های دوستیتون رو، از اوریوان یعنی از هر کس به دوستان دوستان، یعنی دوستان ادلیست شما، اونهایی که با ادلیست های شما دوست هستن در صفحاتشون، اونها میتونن برای شما درخواست دوستی بفرستند. البته این یک آپشن کاملا اختیاری است. اما در این بخش Who can look me up؟ چه کسانی میتونن من رو پیدا کنند یا از چه طریقی میتونند؟ شما یک ایمیلی رو ارائه کردید. در این بخش گفته میشه که آیا از طریق ایمیلی که شما ارائه کردید همه میتونن شما رو سرچ کنند و پیدا بکنند؟ اینجا شما اعلام شده به صورت دیفالت همه میتونن. میتونید ادیت بکنید از everyone به دوستان و یا friends of friend. در قسمت بعدی هم به همین صورت با استفاده از تلفن، شماره تلفنی که اعلام کردید و در نهایت موتورهای جستجوگر آیا شما را میتونن پیدا بکنن بر مبنای مطالبی که توی پستاتون توی تایملاینتون گذاشتید و یا خیر. میتونید اینجا اجازه داده شده به صورت دیفالت، میتونید با کلیک کردن این تیک رو بردارید و طبیعتاً بعد از کانفیرم کردن شما قابل جستجو از طریق موتورهای جستجوگر هم نخواهید بود. سپاس از همراهی شما. در برنامه‌های بعدی نکات دیگری را به جهت امنیت بیشتر شما در فیسبوک ارائه خواهیم کرد.